کرزی با خلیزاد در مورد رابط با پاکستان گفتگو کرد. درگیری مرز تاجیکستان و قزاقستان. طالبان: مشکلاتتان را از راه گفتگو حل کنید. و مارشال دوستم نیروهای امنیتی را با دوربین های شبین پیشرفته مجهز می سازد. با یاد خدا به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر ویدیو با ما باشید. درگیری مرزی تاجیکستان و قزاقستان. طالبان: مشکلاتتان را از راه گفتگو حل کنید. گروه طالبان در واکنش به درگیری های مرزی اخیر میان تاجیکستان و قزاقستان به دو کشور اسلامی توصیه کرده که مشکلاتشان را از راه گفتگو حل کنند. این گروه یک شنبه 16 جوزا در اعلامیه گفته است که از چند مدتی به این سو بین تاجیکستان و قزاقستان مشکل پیش آمده که دو کشور را به مرزهای جنگ رسانیده است. در اعلامیه طالبان آمده است که این گروه بر هر دو کشور اسلامی و برادر صدا می نماید که تلاش کنید مشکلتان را از راه گفتگو حل نمایید. در این اعلامیه آمده است: ما پیش از همه تجربه عملی در مورد زیانهای جنگ را داریم. آغاز جنگ شاید آسان به نظر برسد، اما جریان عملی جنگ و عواقب و زیانهای باقی مانده از آن به مراتب بیشتر از آن است که هر دو جهت در صورت تفاهم متحمل می شوند. طالبان گفته که این گروه از روی تجربه خود از مقامات هر دو کشور امیدوار است تا منافع درازمدت، آرامش و امنیت ملتهای خود را در نظر گرفته و از راه تفاهم و گفتگو حل معقول و منطقی برای مشکلاتشان پیدا کنند. این اعلامیه طالبان با واکنش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. عده این اعلامیه طالبان را به تمسخر گرفتند. مختار پدرام با نشر بخش از این اعلامیه خطاب به ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که خجالت نکشیدید وقتی این اعلامیه را صادر کردید. مارشال دوستم نیروهای امنیتی را با دوربینی های شبین پیشرفته مجهز می سازد. مارشال دوستم در جریان یک عملیات نظامی در مسیر شهرهای جوزجان، بلخ به نیروهای امنیتی و دفاعی وعده سپرده که آنان را با دوربین های شبین پیشرفته مجهز خواهد ساخت. آقای دوستم این سخنان را پس از آن مطرح می کند که درست پیش طالبان یک قرارگاه و یک بازگاه امنیتی را در مربوطات ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان سقوط دادند. این قرارگاه و بازگاه امنیتی اما در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی در جوزجان دوباره به کنترل نیروهای امنیتی درآمده است. مارشال دوستم پس از 6 ماه دوباره با افراد زیر امرش به میدان نبرد در شهرهای شماره 1 جوزجان بلخ حضور یافته است. او میگوید که در جنگ بزرگ رای جوزجان بلخ تنها نقش مشوره دهنده را بر عهده دارد و به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مشورت میدهد چگونه در برابر طالبان مبارزه کنند. آقای دوستم علاوه میکند که در صورت نیاز در سایر ولایت های کشور در برابر طالبان می جنگد و از دولت دفاع خواهد کرد. با سخن او، افرادش با سلاح‌های پیشرفته مجهزند. آقای دوستم خاطر نشان می‌سازد که در حال حاضر هفزون بر حضور افرادش در شهرهای شماره 1 جوزجان بلخ، در شهرهای شماره 2 جوزجان سرپل نیز در برابر طالبان می‌جنگند. ارکان حزب یار محمد، پسر دوستم و فرمانده کل افراد مسلح مارشال دوستم، نیز در روستاهای آسیب پذیر حضور دارد. مارشال دوستم پیش از این در سال گذشته در جنگ ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب در برابر طالبان جنگیده است. او در آن زمان از رئیس جمهور غنی و شورای امنیت ملی خواست که با اجازه راه اندازی یک عملیات بزرگ را در برابر طالبان در شمال و شمال شرق کشور بدهند، اما معلوم می شود که تا اکنون از سوی دولت پاسخ مثبت دریافت نکرده است. از دو هفته به این سو گروه طالبان با راه اندازی حمله های تهاجمی تلاش دارند بخشهایی از مسیر شهرهای جوزجان بلخ را تصرف کنند. نیروهای امنیتی و دفاعی نیز به رهبری ارتش عملیات پاکسازی را در بخش‌های آسیب پذیر شهرهای جوزجان بلخ آغاز کردند. کرزی با خلیلزاد در مورد رابط با پاکستان گفتگو کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویدی امریکا در امور صلح افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین نیز دیدار داشته و دو طرف در مورد وضعیت فعلی روند صلح افغانستان با پاکستان گفتگو کردند. طبق خبرنامه دفتر رئیس جمهوری پیشین، کرزی یک شنبه 16 جوزا با خلیلزاد و عهد همراهش دیدار و گفتگو کرده است. در این خبرنامه آمده است که در این دیدار در مورد وضعیت فعلی روند صلح و روابط با پاکستان تبدیل نظر صورت گرفته است. کرزی به نقش فعال و منظم مردم افغانستان در روند صلح تاکید کرده است.
خلیلزاد در کابل با شفوانی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی به صورت جداگانه دیدار کرده است. او با عبدالله عبدالله گفته است که طرفهای درگیر خشونت‌ها را کاهش داده و مذاکرات جدی و نتیجه بخش را آغاز کردند. غنی در مسیر نجیب، راه رستگاری کدام است؟ علی موسوی، خبرگزاری افاق. آینده سیاسی و حتی امنیتی اشرف غنی رئیس جمهوری درست به اندازه سرنوشت سیاسی و امنیتی افغانستان مبهم و پیچیده است و هیچ کس نمی‌داند که چه سرنوشت در انتظار رئیس جمهوری است. سال گذشته رئیس سابق سازمان جاسوسی پاکستان به تنه گفته بود که غنی در افغانستان نه پایگاه قومی دارد و نه پشتیبانی سیاسی و باید با آخرین پرواز کابل را به مقصد غرب ترک کند. در این میان حتی پیشبینی های بدبینانه تر هم وجود دارد. یکی از این پیشبینی ها تکرار سرگذشت دکتر نجیب برای اشرف غنی است. نماینده سازمان ملل در امور افغانستان و پاکستان در اواخر دولت نجیب و اوایل به قدرت رسیدن مجاهدین یکی از کسانی است که معتقد است اشرف غنی سرنوشت مشابه دکتر نجیب الله را خواهد داشت و توسط امریکا تنها گذاشته می شود. او گفته است که نجیب الله رئیس جمهور سابق در این اواخر حکومت خود از سوی روسها تنها گذاشته شد و اشرف غنی هم از سوی امریکا در انزوا قرار خواهد گرفت. نماینده افزوده است که امریکا افغانستان را تنها خواهد گذاشت و سرنوشت اشرف غنی مثل نجیب الله خواهد بود. او که در سال 1990 میان دولت دکتر نجیب و مجاهدین برای صلح میانجیگری میکرد همچنین گفته است که دولت کنونی از سوی کسانی که معاهد میشد رها شده است. ما گفته او با توجه به گفتگوهای صلح دولت در عایشه قرار گرفته و تنها نظارگر واقع است. او افزوده است که صلح باید توسط خود مردم افغانستان صورت بگیرد و نمیتواند از خارج بر افغانستان تحمیل شود. شاید تلخ و ناامید کننده باشد اما قرائن و نشانه های زیاد وجود دارد که این نماینده و افراد همفرق او را قانع می کند تا نتیجه بگیرد که سرنوشت تلخ در انتظار آقای غنی است. بدترین سناریو این است که آقای غنی هم آخرین لحظه مبادا که وضعیت از کنترل او خارج می شود در افغانستان باقی بماند و در نهایت تصمیم بگیرد مانند خود نجیب از طریق میدان هوایی کابل کشور را ترک کند. اما همان گونه که در آن زمان ملیشه های وفادار به عبدالرشید دوستم به نجیب اجازه خروج ندادند، با او همچنین اجازه دادن نشود. این سناریو اما نامتحمل به نظر می رسد. ولی چیزی که از یک سال پیش آغاز شده و اکنون به صورت در حال اجرا است، فرآیند انزوای سیاسی آقای غنی و قطع حمایت راهبردی قدرت های جهانی از دولت او است. این همان چیز است که این نماینده به نتیجه آن رسیده که سرنوشت نجیب در انتظار غنی است. و وضعیت به سرعت به سمت تکرار بحران‌های دهه 90 میلادی در افغانستان رانده می‌شود.